زمانه از سال 1396 به صورت ویژه خبرهای مربوط به کارگران را پوشش داد. با گزارش اعتراضات آغاز کردیم و سپس خبرنامه‌های کارگری را در کنار گزارش‌های روزانه از مبارزه و مقاومت کارگران منتشر کردیم. تا کنون 24 شماره خبرنامه و چندین ویژه‌نامه در ارتباط با مبارزه، مقاومت و حقوق کارگران منتشر کردیم. آنچه که در گزارش‌های فصلی مورد توجه قرار می‌گیرد عبارتند از تبعیض جنسیتی در محیط‌های کاری، امنیت شغلی کارگران، کودکان کار، کارگران مهاجر، مبارزه و مقاومت کارگران و ایمنی کار. کارگران غیر رسمی همانند سوختبران بلوچ، کولبران کرد، دستفروشان شهری، همه اینها بخش مهمی از گزارش‌های روزانه و فصلی زمانه هستند. ما اسفند 1401 ویژه‌نامه‌ای درباره وضعیت سوختبران بلوچ منتشر کردیم که در آن ستم محلی و ملی در استثمار و قتل سوختبران مورد توجه قرار گرفت. پیش از آن هم در سالهای قبل به صورت ویژه وضعیت تحمیل شده بر بازنشستگان، کارگران بخش سلامت و مقاومت معلمان و کارگران پروژه نفت و گاز در برابر سرکوب را بررسی کرده بودیم. علاوه بر اینها ما چند وبینار هم درباره مسائل کارگری برگزار کردیم. موضوع وبینارها سازمانیابی و تشکلیابی کارگران، تاریخ مبارزه طبقه کارگر و همبستگی بین‌المللی با کارگران ایران بود. در سال 1397، زمانی که کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فولاد اهواز، خیابانها را تسخیر کردند، ما تلاش کردیم به صورت ویژه رزم کارگران رو بررسی کنیم، همانطور که به وضعیت جنبش معلمان و کارگران پیمانی نفت و گاز از زوایای مختلف نگریستیم. تلاش زمانه در بخش حقوق کارگران این بوده: بلندتر کردن صدای کارگران به عنوان نیروی تغییر و سوژه مقاوم در برابر سیاست‌های خصوصی سازی که با تحمیل فقر و سرکوب همراه شده. ما همچنین تلاش کردیم تا آنجا که می توانیم حوادث کار را برجسته کنیم. روزانه بیش از 2 کارگر در ایران جانشان را بر اثر حوادث کار از دست می دهند. کوشش زمانه در بخش حقوق کارگران همواره این است: انعکاس صدای کارگران و بازتاب مقاومت آنها در برابر سرکوب.